خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیهان آرا. تاتار و آناستاسیادیس، رؤسای جمهور قبرس شمالی و جنوبی، در ضیافتی که توسط کالین استوارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در قبرس ترتیب داده شده بود، شرکت کردند. این نخستین دیدار این دو نفر پس از نشست سه جانبه 27 سپتامبر که با حضور گوترش در نیویورک برگزار شد بود. موضع اتحادیه اروپا در خصوص ترکیه و مسئله قبرس مشخص شد. ترکیه جایگاه خودش رو به عنوان یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا همچنان حفظ کرده، ولی مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا فعلا به بن‌بست رسیده. اقدامات ترکیه در ماراش کاملا مغایر با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد هست و بازگشت از اقدامات انجام شده در ماراش خواسته اتحادیه اروپا است. و باز برای چندمین بار سوخت گرون شد. بنزین اکتان 95 11.65، بنزین اکتان 98 11.89، گازوئیل 11.23 و نفت سفید 11.13. علی برکت الله. هرسین تاتار در دیدار با کمیسر عالی دولت استرالیا در قبرس مجدداً مواضع طرف ترک در مسئله قبرس رو اعلام کرده و گفته راه حل صلح در جزیره از طریق مذاکرات مبتنی بر برابری حاکمیتی به دست میاد. استرالیا باید در مسئله قبرس بی‌طرف باشه. کودرت اوزرسای گفته مهمترین نکته در این زمان کاهش قیمت‌ها و مهار گرونی هاست. مسئله گرونی صرفاً مسئله مرتبط با کاهش نرخ لیر نیست. یک دلیل عمده بحران مربوط به انرژی در سطح جهانی هست. تغییر پول به یورو قدرت خرید ما رو افزایش نخواهد داد. نباید خودمون رو گول بزنیم. در محیطی که درآمد افزایش پیدا نمی‌کنه و تولیدی وجود نداره، تغییر ارز اقتصاد رو بهبود نخواهد بخشید. نماینده حزب خلق با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی و ورود ارز به کشور گفته دولت باید با برداشتن گام‌های مؤثر مشکلات مربوط به بحران اقتصادی رو حل کنه. در بحران اقتصادی ورود سرمایه‌گذاران خارجی اهمیتی بالقوه داره. تحولات در بستر دیجیتال، خصوصا در بخش املاک و ثبت اسناد، موجب کاهش مشکلات تسریع مدت زمان اخذ سند و تسهیل مبادلات سرمایه گذاران خواهد شد. 2651 نفر آمار مبتلایان جدید کرونا در ایران و متاسفانه قربانیان جدید این بیماری 52 نفر اعلام شدند. و حرف آخر این که توقع فهم و شعور از بعضی مدیران که میگن جمع کن برو یا دنبال طرحهای سیانتی میرن همونقدر غیر ممکنه که بخوای یک پرتقال برداری و انتظار داشته باشی توش موز باشه. خیلی ممنون از شما عزیزان که همراهمون هستی. تا دیداری دوباره، شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم. دلتون شاد، لبتون خندون.